عرض سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. قسمت 32 از برنامه معاد ولایی رو در خدمت شما گرامیان هستیم. به همراهی کارشناس محترم برنامه حضرت حضور سام و مسلمین حاج آقای شیخ حسن احمدی کاشانی. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طیبین طاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم در خدمت شما. تقاضام کنم سلامی خدمت آقای امام حسین و قمر مدیر بنی هاشم بدیم و بحث آغاز کنم. بفرمایید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرسالة و مختلف الملائكه و وهبة الوحي و معدن الرحمن و خزان العلم و منتهى العلم و اصول الكرم و قادة الامم و اولیاء النعم و ناصر الابرار و دائم الاخیار و ساست الغبار و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین صفة المرسلين وإترة خيرة رب العالمين ورحمة الله بینندگان و بهشتیان عزیز، زیارت همتون قبول باشه انشالله. بحث معاد ولایی در قسمت 32 رو در خدمت شما گرامیان محترم هستیم. یک بحثی رو در جلسه قبل ما مطرح کردیم، بعد اون مجری سوالات رو که مطرح کردم هم استاد رو خسته کردن، هم ممکنه بر بعضی از بینندگان شبهات مطرح شده باشه. خیلی خلاصه فقط پاسخ رو میدم که وارد بحث جدید بشیم. ما نسبت به مثلا بد و آفرینش و اینها صحبت کرده بودیم، چرا که اون قسمت قبل اگر انسان ببینه دیگه سوالات بد برایش پیش نمیاد. فلذا ما تقاضامند هستیم حتما این بحث ها رو شما سلسله وار ببینید. در اول آفرینش عرض کردیم بعضی از اون فلسفه هایی که اشتباه هست و خودشون رو از ذات خدا و از شعاع خدا و از اون طرف و از نامحدود و اینا میدیدن، این شبه برایشون مطرح میشد که خب نفس ما نامحدوده، پس ما میخواییم در یه بهشتی که خلق خداست محدود قرار بگیریم جا نمیشیم. در حالی که ما گفتیم بابا ما خودمونم خلقیم، ما محدودیم اصلا. بعد طبیعی هست که تمام خلاق خدا محدودن و این محدود در محدود به راحتی گنجایش ظرفیت داره و قرار میگیره. منتها اونا اول کار خودشونو میشستوندن به شعاع نور خدا، میگفتن ما نامحدودیم، هر چه خدا میخواد ما بده محدوده پس جا نمیشه و اونا اشتباه داشتن. یعنی اصلا از بنیان سوال غلط بود. خداوند فرمود لم یلد و لم یولد، من اصلا زایش ندارم، شعاعی نیستم، کسی نیاد خودشو از سنخ من بگیره. و اشتباه از اونجا بود که من اینو تصحیح میکنم که در جلسه قبل اگر سوالی ایجاد شده باشه بینندگان عزیز تصحیح شده باشه. این قسمت اون قسمت. ما میایم سراغ مطالب بعدی که از جناب استاد پیرامون اون شبهات و پاسخ‌ها رو بگیریم. من یه خواهش دیگه باز مجدد از شما دارم. این 32 برنامه است که بیننده برنامه هستید. خواهش میکنم حتما بحث‌ها رو سلسله وار دنبال کنید که نه ما مسئول شرعی باشیم، ممکنه ما جملاتی بگیم یا جناب استاد مطالبی بسیارشون مطالبشون خیلی بلند هست از اهل بیت علیهم السلام، اینقدر بالاست که کسی الان که میبینه میگه عجب اینا کجا دارن سیر میکنن. اگر قبلی ها رو ببینید شما هم در اون به اصطلاح لذتی که جناب استاد میبرن شریک خواهید بود، وگرنه هم بر ما درد سر میشه که فردا قیامت بگیم ای داد بیداد ما بحث رو مطرح کردیم، به جای که بیننده رو خوشحال نگه داریم بر بیننده کلی سوال تو ذهنش ایجاد کردیم. حتما بحث دنبال بفرمایید. خدمت حاج آقای کاشانی هستیم. بله استاد.
عرض میکنم نکته اول که ادامه بحث سابق بود، عبارت سردار در جلد 9 صفحه 153 اسفار این عبارت داره، میگه ان الموت والبعث ابتداء و حرکت رجوع الالله لن عود الالخلقت المادی والبدن ترابی الکسیف الظلمانی. پس بس بعد رو میگویند مخلوق و شعاع ذات حق است، قطره و دریاست، مخلوق طوری از تطورات او، سلوه ای از جلوات او، در بازگشتش هم این مخلوقی که نامحدوده، روحش نامحدوده، نامتناهیه، میخواد برگرده به ذات خدا. ابتدا حرکت رجوع الالله یعنی برگرده ملحق به سقع ربو بشه، چون این بدن ترابی که هیچ فانیه دیگه، هیچ پوچه، رفت به ذات خدا. پس نامتناهیه. نامتناهی کجای دنیای متناهیه؟ شبه این بود، پاسخش ما راحت دادیم. کی گفته نامتناهی؟ ما از اول بعدش بودیم، از اول اساس شد. این شبه تمام شد. شبه بعد در ارتباط به شبه آکل و معکوله. خب آقا این مخلوق وقتی از دنیا رفت، رفت، اما این مهد، اینی که دفنش کردن اینجا، روی اینجا گیاه میکارن، گیاه میوه میشه، میوه رو انسان دیگه میخوره، ذرات این خاکی که آمد در این گیاه و میوه رفت در بدن دیگری، یا حیوانی خورد رفت در بدن حیوان، یا انسان دیگه، او وقت فردا قیامت میخواد محشور بشه، این اجزاء بدن این رفته در اجزاء بدن دیگری، اینجا چی باید گفت؟ کدوم عذاب میشن؟ اگه عمل اینو بگی این مؤمن بود اون که کافره، یا این کافر بود اون مؤمنه، کدوم باید عذاب بشن؟ اجزا رفت، ما میگیم اینم کاری نداره. خب اجزاء عوارضیش ازش جدا میشه، تینت اصلیش که باقیه که همون رشد میکنه دیگه، شبهه‌ای در اینجا نداره. فقط صدرا و دیگران فلاسفه حرفشون اینه که خب آقا بدن مثالی که باشه دیگه این شبهه نی دیگه، مثل این بدنه، این بدن که نیست دیگه، شبهه آکل و معکول در جا باقی نمیمونه، چون این نیستش دیگه. ولی ما میگیم نه، همین این باید زنده بشه. در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام فهمیدید اصلا اون خیلی آیات و روایات پرندگان رو ممزوج کرد با هم، خدا هر کدوم میخواد جدا میکنه، لذا هر بدنی اجزا اصلیه داره، اجزا اضافی داره، اضافیش خاک میشه، پود میشه، بره هر جا بره، اصلش که واقعیه بس. اصلش دوباره همون بعد از اینکه بارون 40 روز بارید در قیامت همون رشد میکنه. یه سوال جناب استاد، خیلی ها میگن که مثلا میگیم آقا اعمال خوب اینا، میگه بند خدا بهش و جهنم تو همین دنیاست، این تو همین دنیا یعنی چی؟ این غلطه. اصل انشالله بحثشو در بهشت و جهنم خواهیم گفت که بدن بهشت و جهنم مخلوقه، دنیا نیست. بهشت و جهنم واقعی حقیقی عمل ما اینجا نیست، چون این دنیا نمیتونه پاسخگوی اون ثواب ها و عقاب ها و اینا باشه، عالم دیگه ای رو میطلبه به اقتضا اون عالم. همه اینها عرض میکنم باید در اونجا محشور بشن. نکته ای که در اینجا هست، در همین شبهه آکل و معکول یه حرفی رو میزنن که این حرف حرف صوفیه است، حرف تناسخیه است، حرف های دیگه است که امام صادق علیه السلام فرمود اگه کسی این حرف رو بزنه اصلا از ما نیست. تناسخ یعنی سنخ یه چیز دیگه بخواد بشه. سه نکته رو میگن، میگن روح انسان نیکوکار اگر اومد آدم خوبی بود میره توی یه بدن حیوان اهلی میشه، که اینو اسمش گذاشتن مسخ، اساسش باطله، ما اصلا قرآن اینا رو نمیگه، اینا اصلا مخالف قرآن رو بود. و اگر آمد در درخت رفت و در نباتات رفت و اینا حلول کرد، این میشه نسخ، اون مسخ بود، این میشه نسخ. و اگر آمد نه در اجسام و جمادات و اینها رفت، اینو بهش میگن رسخ. اصل تناسخ مطلبیست باطل، هیچ اساسی نداره، ما به اینم نمیپردازیم. پاسخش رو هم بزرگان دادن، ما دیگه پرداختن به این اصلا جایگاهی نداره. یه کسی گفته بوده مثلا یه مارمولک اومده بوده تو خونهش، گفته بوده این یکی از کفار مثلا قتله کربلا بوده اومده تا اینجا، اینا رو میشه قبول کرد؟ در این که این بدن این اینی که اینجا هست به معجزه الهی یکی مسخ بشه، یعنی جنسش عوض بشه،
انسان بشه سگ، انسان بشه مارمولک، لکونو قردتن خاصه این، آره تو برزخ به این صورت باشه اشکال نداره. امام مصطفی علیه السلام بالای منبر تو کوفه خطابه میفرمود و یه کسی دشنام و امیرالمومنین علیه السلام داد، اصلا فرمود پشو برو، ای زن چرا میونه مردایی؟ با اجازه حضرت اون عرض میکنم طرفی که مرد بود تو میونه مردان اشتباه شد زن، اشکال یا توی نقل داره گفت باشه سگ باشه برو بیرون، باشد رفت بیرون سگ شد رفت، رفت خونه دید اون یکی عیالش هم بود سگ شد، اشکالی نداره. اینی که به اجازی حقیقتی جوهرش عوض بشه اینا با ولایت کلیه که خدا بهشون عطا فرموده قدرت تغییر و تصرف تو عالم امکان هم. مثلا بگه مؤمنین توی درخت میرن، مؤمنین تو گلها میرن، این که بخواه بگی کل ما خلق فردا بعد از مرگشون مثلا میرن تو حیوان اهلی، نه این حرف اساسش باطله چون قرآن اینو نمیگه. قرآن این فیلم های مسیحی یهودی هم گاهی اوقات نشون میده افرادی که مثلا خیلی بدن میگن این فلان مثلا آدم بدکاره بوده اومده در نسلش تو مثلا این بچه این حلول کرده، اینا که حلول کردنی نیست، نه اینا هم باز همینجور نام غلطه. عرض میکنم که حلول یعنی روح ما یه خلقه از دنیا که رفت این روح مجزا میمونه تا دوباره با این تینت برگرده، این روح نمیاد دوباره تو 10 تا بدن دیگه تو این دنیا دوباره نه بره، نه 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 یک بار میاد و میره، حقایقی است محفوظ از هر کسی پاداش عمل خودش رو ببینه، در بدن خودش میره فردا قیامت همین محشور میشه و پاداش هم میره بهشت هم میره همین بدن و روح میره. اینا اموری است که با نصوص قرآن و آیات و روایات ما واضح و روشنه. این سوال شاید ارتباط بحث نداشته باشه من از کنجکاوی میپرسم، ما الان حدود مثلا چند میلیارد جمعیت داریم، جالب ممکنه همدیگر رو شبیه ببینیم؟ ببین چشم و ابرو بینی لب و دهن همه یه جاست، کلا ممکنه شبیه باشیم اما همه همدیگر رو میشناسیم؟ آیا روح هم یه همچین شکلی داره اونجا؟ صورت داره، روح از ابتدا که آفریده شد صورت داره. شما اینجا بدن انسان، انسان ها تو دنیا وقتی خواب عالم برزخ رو میرن بدن نمیبینن، روح میبینن. روح هم ما گرچه قبلا متذکر شدیم که ماده داره، مادیه، مخلوقه، اما صورت داره، عرض کردیم خورد و خواب داره، ما گفتیم اونجا تکلم میکنه ولی تو یه قالب مثالی دیگه میره، ولی تو قالب بدنی مثل بدن دنیایی میره، اما همین رو همون صورت رو داره که وقتی میاد به دیدن شما یا شما میری میبینیش همون صورت رو میبینی، فردا قیامت هم همون رو میبینن. فردا قیامت لازم داره تو برزخ اگر یه کسی از اینجا دنیا میره برزخی ها میگن، یکی میره اونجا میپرسن ازش فلانی اومده؟ اگه بگن نه نیومده خب میگن منتظرشیم، و اگه بگن اومده میگن ای وای نکنه برهوت رفته، رفته برهوت، یعنی در اونجایی که ارواح کفار و فساق و امثال اینا هستن. خب بنابراین صح. یعنی صورت اینو پس اونجا تشخیص میده، بنابراین میشناسه، شناختی از اون داره. این نکاتیست که فکر میکنم از این شبهات خیلی زیاده، بکنم اگه سلامتید از این بحث دیگه در از این بحث بیان بیرون، چون شبهات دیگه هم هست، نه اینکه نباشه، ولی شبهات رو خود قرآن و اهل بیت بیان داشتن. پس بنابراین نتیجه گیری ما اینه که اون چه که ما تا کنون در ارتباط به معاد گفتیم، معاد، معاد روحانی تنها نیست که روح مجرد است و از عالم ملکوت است و از ذات خدا آمده و به ذات خدا بر میگرده و این حرفا اساسش باطله. ما معتقدیم حشر ابدان با ارواح هست به نصوص قرآن و اون همه آیات و روایات، و همین این دوباره فردای قیامت بر میگرده. بهشت هم مخلوق مادی موجود است، الان هم هست در آسمان هفتم است که انشاءالله در بحث بهشت و جهنم خواهیم گفت که کجای عالم امکان قرار داره. بله یه سوال کوتاه پاسخ بدید وارد میان برنامه میشیم بعد بحث جدیدتون رو بفرمایید. اینکه میگیم الان بهشت هست، خب خداوند مثلا من اگر 10 تا سبحان الله بگم ممکن اینقدر من جا بده تو بهشت؟ فرض کنید با اخلاص 100 تا بگم، خب بعد بهشت بیشتری داشته باشه. الان که بهشت هست یعنی خدا میدونه من چقدر اعمال میخوام انجام بدم بهشت آماده کرده؟ یا میگین آقا اصلیت بهشت هست بر اساس اینکه تو اعمال انجام میدی من اینو گسترش و کوچیکش میکنم؟
عمل انسان عرض میکنم سبب، مثل این مونه که شما تو اینجا هستی پول رو یه مقداری داری که به اندازه خریدن اینقدره. خب بله، هرچی پول بیشتر بدی گنجایش این خونه وسعتش بیشتره. تو دنیای مفروض ماست، آیا عمل من اونجا بهشت رو واسع میکنه یا بهشتی آفریده شده مقدر هست، یعنی مخلوق هست، واقعی هست، اونجا بیشتر جا وازتر میدن. همین پولو من دارم، اما همین پولو وقت میگردم یه خونه مناسبتر و بزرگتر میگیرم، یه وقت خونه کوچکتر میگیرم با کیفیات اینجوری اونجوری میگیرم. بهشت مخلوق واقعی است که خدا اونقدر عظمت در این قرار داده که یک مؤمن میتونه همه اهل زمین رو از اول خلق تا آخر خلق در اونجا دعوت کنه به عنوان میهمانی. جنت ارض هست سماوات و الارض، سماوات ارض که شد که یعنی همه رو میتونم دعوت کنم دیگه، یه جنتش اینه. و این ممکنه تو عالم دایره آفرینش هم باشه، محقق الوقوع باشه، قطعا هم اینجوری هست، آفریده است و نصوص قرآن رو میگه. خب حالا حرف اینه، عمل منم تأثیر در خلق اون بهش داره؟ میتونه اینم باشه. مگه نمیگیم هر آن ستاره ها در تزایدن؟ نمیگیم اینو؟ ما معتقد نیستیم هر آن داره کنده میشه و در تزاید در گسترشه ای داره زیاد میشه؟ مگه نمیگیم امروزی هم دارن نمیگن چه ای بیداره توی اون آسمان هفتم با مجموعه اون عظمتی که ما گفتیم این نقطه سر سوزنیست عالم دنیای ما در برابر دومی، که این دومی بشه یک مثل زمین. این ممکنه که در اینجا حالا این ستاره ها در تزاید جا میخوای، خب بیا اینجا، مکان بزرگتر میخوای، مکان ولی مخلوق واقعی هم هست، الله اکبر، تقدیری و مقدر کرده خدا، اینجوری نیست، نه جای واقعی مخلوق واقعی است که خدای عزوجل تو دایره آفرینش داره. اشکالی داره؟ همانا نیست خدا؟ قطعا خدا هم دو تا پاسخش رو پس فرمودید، هم علم دارد چقدر من انجام میدم بر اساس اون قرار داده، و هم اشکال نداره که اگر من اعمالمو کم یا زیاد میکنم به همون اندازه بهش جهنم منو گسترش یا کوچیکش کنه. بسیار خوب، یک میان برنامه رو بینندگان عزیز با هم ببینیم، مجدد به شما برمیگردیم با بحث جدیدی که در قسمت 32 خدمت شما خواهیم بود. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان عداهم اجمعین. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها عدد ما احاط به علمك. بینندگان عزیز ارجمند، بیننده معاد ولایی در قسمت 32 هستید. ما بعد از اینکه این شبهات رو پاسخ دادیم، هرچند اگر از اول با ما همراهی کرده باشید ناخودآگاه اصلا قبل از اینکه ما شبهه رو مطرح کنیم شما بیننده عزیز میگید ای بابا سوالی که پاسخش رو قبلا دادین، اما ما مجبور بودیم که بحثو خیلی به قول معروف شسته رفته تر و تمیز تقدیم کنیم. وارد بحث بعدی میخوایم بشیم، بحثی است که خیلی سوال برانگیزه. ما اعمالمون میخواد بیاد اونجا قرار بگیره، بعد سنجیده بشه. این اعمالی که انجام میدیم ترازو میخواد، مثل این دنیا ترازوی داره، سنگی میذارن این ورش، بعد عمل ما رو میذارن، محکش چی هست، با چه محک میخوره؟ اصلا نماز رو که حالا میگن دو رکعت نماز خوندی، اخلاصش رو کی میفهمه که ما خوب انجام داریم یا نداریم؟ حالا خیلی اگه ملائکه به قول ما زرعین باشن بگن آقا رکوع و سجودت کامل بود، کامل نبود چه کار کردی، اخلاصش هم میفهمن؟ چیزایی که تو ذهن ما هستن میفهمن؟ اینا رو چه کار میخوان میکنن انجام بدن؟ خدا که میگه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، ما کوچکترین ثقله، حالا بعضی میگن ذره، اما اینجا بحث ثقله، بحث سنگینیه، چون ذرات اگه بادم نگاد اینقدر وزن دارن رو همدیگه لق میخورن بقول ما میرن بالا. بالاترین ترازو سنجای اتمی هم که اومده هنوز نمیدونه تو این بعد از 1400 سال
وزن این ذره رو حساب بکنه. بعد از 400 سال اتمیش یه توی طلا فروشی ها میرید، یه باد کوله روی ترازوشون روشن میشه، سر خاموش میکنه باد پنکه، میگن اینقدر فشار نیاره. هنوز یه ذره نمیشه وزنشو فهمید و خدا خیلی راحت میگه یه ذره اعمال خوب یا بد انجام بدی من حساب میکنم. ترازوی اونجا اتمی کار میکنه. چی هست؟ خدمت حاج آقا هستی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم اینجا هم نمیگه که این ذره، میگه مثقال ذره. پس معلومه ذره هم تونی میتونه باشه، همین ذره میشه کیلویی باشه. جالبه. من یعمل من یعمل مثقال ذره خیرن یاره. ما رو لطیفه ای میکنیم، اگر نه ممکنه گرم و کیلو اونجا نباشه. خب من بله مزاح کردم، بخوام عرض بکنم قرآن اینجوری منطقه. خدا دلتون رو شاد کنه. جالب. همان یعمل مثقال ذره خیر. اصلا میزان یعنی چی؟ ما همه این بحث رو میخوایم مطرح بکنیم. الان مثقال اونجا مزنه چند دوست دار زور روی همینم ما بالا پایین میکنیم مطلب، فقط برای دفع شبهه. این بحث رو اصلا مطرح میکنیم برای دفع شبهه فلاسفه که تو اینجا اینا میگن میزان بابا خود نفسه، نفسته که داره این عمل رو سنگین سبک میکنه، چیزی دیگه نیست دیگه در خارج. نفس تو اگه گفت تو آدم خوبی، تو آدم خوبی، فردا میری بهش. بهشت واقعی هم که نداریم که، حقیقت هم که مال روحته. پس روحت، نفست، اگه تو گفت تو خوبی، خوبی. روحت اگه گفت بعدی، بعدی، تموم شد. همه دیگه کشک و پشم و خیاله. حالا من اینو شما میگید، این رو میگید، از کجا میگید؟ با اصل معنی میزان. میزان چیزی که با اون چیزی رو میخوان سنگین سبک کنن. میزان در عالم امکان عدل الهی است. میزان عدله. باید ترازو برای جنس سنگین سبک کنن. عقل خودش میزان برای کماله. طبیب میزان مرض مثلا میتونه تشخیص مفزانی شده برای تشخیص این بیماری. یا امثال این انبیا و اوصیا میزان حق و باطل هم قطعا اینجوریه. اونان که باید حق رو نشان بدن به ما. کتب آسمانی مثل قرآن باز میزان برای کماله. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. خب ببین، پس میزان فراوان هست، اما اون میزانی که بخواد تعدیل کند بین عمل خوب و بد و بیاره کنار، اون میزان جز عدل الهی چیز دیگه نیست که هر زی حقی رو به حقش برسونه. این قطعا اینجوریه. حالا میخواد چیکار کنه؟ میزان گذاشته سه چیز رو وضع کنه. یک، صحیفه عمل ما. دو، اعمال ما ببینه تجسم که پیدا کنه چه مقدار در مقام تعدیل این عمل میخواد مشخص بشه. بعد نفس مؤمن و کافر در اینجا باز تعدیل بشه. این سه معنایی رو که برای کیفیت وزن بیان کردن، با عدل الهی یه وقت میخواد صحیفه اعمالی رو که فردا قیامت میارن میخواد این به تعدیل الهی معین بشه، یه وقت اعمال ما که تجسم پیدا میکنه، عمل خوب انجام دادی، به صورت قرآن خوندی، به صورت نیکو در آمده، اینا این صورت ها، این تقدیر ها میخواد به تعدیل الهی خدا روش معدل بده که این سنگین تره، سبک تره عمل. و یکی هم اینه که این حرف سومی که میگن نفس مؤمن و کافر که این مفزان شده برای ثقالت یا سبکی عمل، این سه بیان معنا شده که ما معیار کاملمون میگیم قرآن، اهل بیت عصمت و طهارت، میزان کاملن. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. خدا قرآن رو فرستاده، به حق آورده و به میزان، یعنی به اون معیارهای پاکیزه کمالی که برای رشد بشر و ترقی این بشر خدای عزوجل قرار داده. پس میزان برای همه حق و حقوق هست که اون میزان عقل روشن،
انبیاست که آقا موسی بن جعفر فرمود ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، اما الحجت الظاهره الانبیاء الاوصیا، اما الحجت الباطنه فالعقول. میزان کمال و رشد دو چیز قرار گرفته که اگر کسی در این دو جهت رشد پیدا کرد، اون معیار کمالش رو داشته. و یکی عقل روشن، یکی دنبال روی از انبیاء اولیا، یعنی تو راه باشه، یعنی کتاب و قانون رو ملاحظه کنه، توجه به توصیه های راهنماهای اینها بکنه تا به مقصد برسه، اگه نه به مقصد نمیرسه. میزان اینه. فرموید آقا موسی بن جعفر ذیل این آیه وزنو بالقسطاس المستقیم، و ما اون قسطاس مستقیم میدونه چیه؟ فهو الامام و هو العدل و هو حکم الائمه. بیان ائمه معصومین خودش میزان حقه، میزان عدله، میزان کماله، که همه باید دنبال این میزان کمال قدم بردارن و برن. در زیارات ائمه معصومین داره که و انتم الموازین التی نسبها لتهذیب شریعت، شما اون میزان ها هستید. میزان حق معیار کاملش، تمام تمامش که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، میزان ائمه معصومین، قرآن و بالاتر از همه ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام، که دلیلش هم خود آیه قرآنه و السماء رفعها و وضع المیزان. فرمود سماء چیه؟ میزان رو خدا وضع کرد، ولایت امیرالمومنین. ولا تتقوا فی المیزان، الله تتقوا فی المیزان، در این میزان که ولایت امیرالمومنین، طغیان نکنید و اقیم الوزن، فردا قیامت هم خدا وزن رو که برقرار میکند، یعنی میزان رو میگذارد، به شما هم امر میکنه در اینجا اقیم الوزن، این وزن رو جای خودش بذارید، به عدالت بهش عمل بکنید. ولا تخسر المیزان ای به ولایت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. بنابراین امام صادق ذیل باز این آیه شریفه و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ما میزان قسط رو روز قیامت برقرار میکنیم. فرمود الانبیا و الاوصیا، یعنی میزان قسطی که فردا معیار کماله خود انبیا و اوصیان، خود قرآن است، خود حقیقت نور ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. من این حدیث رو اینجا اضافه کنم که امام فرمودن بینندگان عزیز فردای قیامت دو رکعت نماز آقا امیرالمومنین رو قرار میدن، بعد همه رو بر اساس اون دو رکعت نماز میسنجن، روزه امیرالمومنین رو قرار میدن، روزه ها رو با اون میسنجن. حضرت شده میزان الاعمال. ما این مسجد در قم داریم، قم مقدس، الحمدلله. جالب اسم این مسجد هست میزان الاعمال، یکی از القاب آقا امیرالمومنین. اعمال رو با آقا میسنجن به هر حال در فردای قیامت. خودش حق است و عدل است و اینها. عرض کنم خدمتتون که فکر کنم بحث میزان رو تقریبا تا یه جایی رسوندیم. نه، من میخوام باز اشاره بکنم بعضی از روایات که اینجا هست، بعد شبهه رو مطرح بکنم که برسیم ان شاء الله فرصت کنیم. ببین عقل میزانه، اما همه جا منتج نتیجه است. نه، ما میگیم احکام عقل همه خطا میکنه، تمام سازمان های حقوق بشر که نشستن دور هم دیگه همه صاحب عقلن، اما احکام عقلشون میزان دقیق دست کسی نمیده. ازای شبهه مطرح میکنن، میگن اینجا که اگر عقل حجت خداست، با وجود حجت خدا چه نیازی به انبیا داریم؟ چه نیازی به انبیا داریم؟ و اگر عرض میکنم که اینجا در مقام وزان اینجوری میسنجن، میگن خب اگر عقل یه چیزی رو گفت، گفته این عقل مخالف بود انبیا گفتشون با گفته این عقل، خب این تبعیت ندارن انبیا، چون حرفشون مخالف عقله. و اگر گفتشون موافق عقله، خب وقتی من عقلم چه نیازی به انبیا دارم؟ ولی پاسخ این چیه؟ پاسخ اینه که ما در بدیهیات و ضروریات میگیم احکام عقل منتج نتیجه است. یه بار دیگه بگید، من سوال برسم، سوال قشنگی بفرمایید. ببین مطرح میکنن، میگن این کلامی که این عقل داره میگه و انبیا اومدن مقابل این کلامی رو دارن، آیا گفتار انبیا اگر موافق عقل بود، خب ما چه نیازی به انبیا داریم؟ و اگر گفتار انبیا مخالف عقل بود، خب عقل روشنی که حجت خدا هست، گفتار انبیا مخالفش باشه، باز ما نیازی به انبیا نداریم، چون حرفشون خطاست، مخالف عقله. ما در اینجا پاسخ رو روشن میدیم، میگیم بله، در بدیهیات مثل زدن یتیم بده،
مثل احسان خوبه، اکرام پدر مادر خوبه، اینا رو همه عقلا میفهمن. تو اینکه دعوایی نداره که انبیا همون رو میگن که عقل روشن میگه. بحث ما در اینه که احکام و عقول ما در جوامع بشری خیلی احکام داره که تمام اینا با بدیهیات روشن وحی مخالفه. ما اینجا چیکار کنیم؟ عقلا خیلی حکم دارن که این احکامشون با بیانات وحی مخالفه. ما میگیم اینا تبعیت ندارن. چرا؟ اینا احکام و عقوله و احکام و عقول در تضاده. وقتی تضاد افکار و عقول و احکام و عقول ما داریم میبینیم که آقا هیچ کدوم حجت نیست، همه در تضاده. یه دیگه انگشتان باید... اولی این آره. تعداد، دوم این تعداد، بار بالا، سوم بار بالا، بعد چهارمی داره به اندازه انگار اولی. مثلا آدم خودش جالب میشه چه خبره. بابا کجا مراجعه کنه؟ میگیم لاجرم باید به جایی مراجعه کنه که اسمت داره، خطا نمیکنه. حالا من میگم اقول شما اینکه عرض کردم مثال بود، عرض کردم نمیدونم حالا من درست گفتم یا نه. میخوام بگم گاه اوقات چیزی رو که ما میبینیم، مثلا امام در باب قیاس به اون شاگرد اعتراضش کردن، میشه فرمود ابو حنیفه که شما کشتن بالاتر میدونید یا زنا؟ میگم فکر کرد که خب به مراتب کشتن داری نفر ابه میره، کشتن بالاتره. خب چرا بر کشتن دو تا شاهد میخواهید، بر زنا چهار تا ما شاهد میخواهیم؟ یعنی تو هست که عقل نمیگیره. مثلا اون قصه غسل، غسل بله آفرین، غسل رو برای چی قرار داده؟ برای مغاربت، برای منی. اما اونور شستن رو برای ادرار قرار داده. ادرار قضاوتش بیشتره یا منی؟ ادرار رو بدتر گرفته، بدتر دیگه. یعنی قیاسات نیست. حالا ما حرفمون اینه، ما این مقدمه رو گفتیم برای اینکه بگیم آقا احکام و عقول ما در این بیان این میزان قاصر از اینکه به کنهش برسه. احسن. حق نداری اینجا تجاوز کنیم از این محدوده، پا رو اگیریم خودمون درست دراستر کنیم. ما اگر فرمودید شما امیرالمومنین فرمود، پیغمبر فرمود، شیعه و سنی فرمود، انا میزان العلم و علیون کفتا، من میزان علمم علی دو کفشه. اگر پیغمبر فرمود علاوه من هر کسی اهل بیت رو دوست داره باشه، دوست داشته باشه، امن امن الحساب و المیزان به حسب بیانات. یا آیه قرآن فرمود اما من ثقلت موازین و فهو فی عیشه راضیه. ثقالت میزان به ولایت اهل بیت علیهم السلام هست. اون کسی که انکار امامت و ولایت میکنه میزانش خفیفه. اما من خفت موازینه. در بیان اینها ما معیار کامل این میزان رو اون اصل حق، اصل عدل میدانیم که در بیان حجج معصومین آمده. خب ائمه معصومین در میزان یوم القیامه چی فرمودن؟ میزان اینه که من این عمل رو طبق اون چه که معصومین ما در خود میزان فرمودن با اون عمل بکنم. حالا چی فرمودن؟ قرآن وقتی فرمود نزع الموازین القسط یوم القیامه، خب باید ببینید نزع الموازین القسط یوم القیامه فرمود یعنی میزان العدل. فرمایش امیرالمومنین زیل همین آیه است لا تظلم نفسا شیئا فرمود هو میزان العدل یؤخذ به الخلائق یوم القیامه. انکار این میزانم انکار وحیه، شکی در این نیست. حالا پیش خودمون که ما نمیتونیم معنا بکنیم حقیقت این میزان چیه؟ نمیدونیم. مرحوم مفید شیخ بهاء دیگران میگن قول واضح این است که ما ایمان به میزان داشته باشیم، اما حقیقت این میزان چی چیه؟ علمشو به خودشون برگردونیم چون ما نمیدونیم. آقا انقدر آیات روایات هست. مرحوم مدرسی هم میگه انکار میزان به این حرفایی که دیگران میزنن اصلا مرضی خدا نیست. وظیفه ماست ایمان به این میزان بیاریم، علمشو رد کنیم به صاحب کلام که کیه؟ صاحب این کلام خداست، اولیا خداست. وقتی اینجور شد حالا ما میگیم میزان رو در عبارت اسفار جلد 9 صفحه 305 عبارات رو ببینید. میگه میزان یه حالت نفسانیه که نفس ما این عمل رو رجحان بده و از ملکات راسخه یه روح، روحه، روح این کار رو داره میکنه. یعنی چی؟ چون اصالت به روح داره میده، چون روح رو مجرد میدونه، چون روح رو مال عالم ملکوت میداند، میگوید این روح هست که عمل رو وزان میکند. من اگر اجازه بدید بعضی عبارات ایشون رو بخوانم که با سند حرفی رو زده باشم و بعد بگم این تأویل منفیه. چنین بیاناتی رو در کلمات معصومین نداریم. میزان حالت نفسانی نیست،
میزان رجحان این نفس نیست که عمل رو سنگین سبک کنه، یعنی ابدا حساب و کتاب و وزان و اینها نباشه. ایشون میگه و عمل قول فی میزان الاعمال، میگه فعلم لکل عمل من الاعمال البدنیه تأثیرا فی نفس، هر عملی شما انجام میدی یه اثری در نفست داره، اگه خوب باشه اثر مثل نماز و روزه اثرش در نفس توست، تأثیر داره که روحتو نورانی میکنه، هی روحت نورانی میشه، این خودش سبب میشه و تخلیصها من اسرار شهوات پاکش میکنه. هر عملی یه مقدار معین از تأثیر در نورانی کردن نفس داره، حالا اگر زیاد شد حسنات به مقدار زیاد شدنش نفس نورانی میشه، وقتی که قیامت میشه حجابها برطرف میشه، یعنی کشف له حقیقت الامر، واقع رو میبینه، میبینه چقدر سعی در عمل کرده، چقدر رو عملش رجحان داشته، کفه میزانش بالا میره. یعنی چی؟ یعنی قوه مرتبه نور طاعتش رو در روحش احساس میکنه. پس هر کس از افراد انسانهایی که فردای قیامت محشور میشن بر اساس حسنات و سیئات خدای عزوجل اینا رو جمع میکنه براشون، یا اهل سعادت باشن یا اهل شقاوت باشن. اما بعد برمیگرده میگه نه آقا، و فل وجود قسم آخر، یه جور دیگه هم هست. اون جور دیگه‌ش اینه هم الذين استغرقت ذواتهم في شعود جلال الله، اینا یه عده‌ای هستن که غرق در جلال خدا هستن، اصلا اینا عمل دیگه نمیفهمن، فانیه در ذات خدا شدن اینها، اینا دیگه فکسرو کفتای میزانم. آقا این دو کفه میزانشون و ترازوشون رو میشکنن، میگن آقا ما به خدا رسیدیم و خلصو من عالم الموازین و الاعمال، دیگه اصلا میزان کجا بود؟ اولا اساسا انکار میزان، بعد از اینم خیلی عبارات فراوانه، از اینم میگذره تازه میگه نه خیلی قبول کنیم، میگیم نفسه که در اثر جذب کردن خوبی و بدی میزان عملش میره بالا. بعد ببین چی میگه، ایشون میگه که و تجاوز حال نفس الى شیء من الجانبین به منزلت زیکفته، اصلا مثل زیکفته اینه ولی میزانی در کار نیست. ما یک دقیقه دیگه بعد بحث ببندیم. بله الان جمع میکنم که برمیگرده به یه طرف دیگه، به مقداری که بهره برده. وفی یوم الارض الاکبر، قیامت که میشه، تعارض بین اینها که میشه، حکم به دست خدای عزوجل که بگه نفس تو بهشتیه، نفس تو جهنم. در حقیقت این آقایون برای معنای میزان این رو معنا میکنن که نفس است که قابلیت این رو داره عمل خوب و بدش رو ملاحظه کنه، بسنجه، بگه کفه میزان من بهشتیه یا جهنمیه. در واقع یه تعویل منفی شد برای اصل میزانی که قرآن میفرماید که به پا شده قیامت میزان عدل رو میگذارم برای که اعمال. حالا چیه حقیقت رو؟ ما به حقیقتش دسترسی نداریم. احسن. ما اینقدر میدونیم که فرد قیامت میزان هست. من از شما تشکر میکنم و قدردانی. جناب استاد دعای کوتاهی بفرمایید. تنها دعای ما که اینجا راهگشای عمل ما باشه اینه که اینم در میزان عملمون ثبت کنن که ما با این اعتقاد داریم میریم و میمیریم، اینه خدایا به ما توفیق بده در برابر قرآن و سنت محکم اولیاء تو تسلیم باشیم و آنچه که اون بزرگوارها در هدایت ما در معنای میزان و قرآن بیان فرمودن اعتقاد قلبی ما خود ما رو اون قرار بدیم. الهی احسن احسن، واقعا تشکر میکنم از شما. منم در پایان از شما بیننده عزیز تشکر میکنم و عرض میکنم دو چیز هست که در روایات هست که باعث سنگینی ترازوی اعمال میشود. یکی حسن خلق هست چقدر باعث سنگینی اعمال میشود، و دیگری ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا، خدایا نگهدار همه شما. اللهم عجل لولیک الفرج.